کرد برای مدت طولانی و طبیعتاً حکومت های دیکتاتور هم تا اینجا که در تاریخ دیدیم و اکنون هم شاهد اون هستیم در مقابل آگاهی مردم و هوشیاری مردم وحشت دارند. از یک طرف سعی میکنند جلو رشد آگاهی مردم را سر بکنند و از طرف دیگر به سرکوب روی میارند. ولی الان دیگه اون زمان گذشته، چون میبینیم حتی نه تنها در کشور ایران بلکه در کشورهای همسایه و شمال آفریقا و منطقه خلیج فارس هم میبینیم در هر جایی که دیکتاتوری هست انقلاب مردم و خواستهای مردم هم اوج گرفته و این اعتلای جنبش ها به موجب سقوط حکومت های دیکتاتوری پی در پی میشه. بله آقای اجری، اما تو که میدونیم ملت کرد تقسیم شده بین چند کشور، بخشی در ایران هستن، بخشی در عراق، ترکیه و سوریه. حالا راجع به مردم کرد در ایران صحبت کردیم، شما وضعیت مردم کرد و سایر بخش هایی که نام بردم چطور میبینید و وضعیت ملت کرد رو و مبارزات اونا رو در سایر بخش ها چطور میبینید؟ اگر از جزئیات بگذاریم، به طور عام وضعیتی که توضیح دادم در رابطه با مبارزه مردم کرد در راستای به دست آوردن حقوق پایمال شده شون در همه بخش ها وجود داره، چون متاسفانه همه کشورهایی که مردم کرد و کردستان در اونجا قرار داره دارای حکومت های دیکتاتوری هستند. در کردستان ترکیه ما شاهد خیزش مردم به طور چشمگیری هستیم و به دلیل وجود نوعی دموکراسی در ترکیه، مردم کرد در کردستان ترکیه در راستای به دست آوردن حقوق خودشون بیشتر به مبارزات مدنی روی آوردند و دیدیم که در انتخابات اخیری که برای پارلمان برگزار شد، کردها حدود 36 کرسی به دست آوردند و این نسبت به تعداد کرسی هایی که قبلا به دست آورده بودند خیلی بیشتر شده و این به دست آوردن این کرسی ها و اتحاد مردم در رابطه با این انتخاباتی که به وجود آمد مطمئناً تاثیرگذار خواهد بود در حکومت آینده ترکیه و اونها خواهند توانست در رابطه با اصلاحات قانون اساسی که در ترکیه در به اسلام مورد توجه هست تاثیرگذار باشند و بتوانند به نفع مردم کرد و سایر مردم ترکیه آزادی و دموکراسی بیشتر و حقوق ملی خودشون را در سطح بیشتری اطلاع ببخشند. و این جای امیدواری است. این مبارزه به اصطلاح دموکراتیک در ترکیه میان حکومت و مردم کرد و سایر آزادی خواهان ترکیه وجود داره و پیش میره. در سوریه که اونجا در واقع محرومترین بخش از کردهای کردستان در اون منطقه قرار دارند که حتی محروم از شناسنامه خودشون هستند، این مبارزاتی که مردم سوریه بر علیه حکومت دیکتاتوری بس آغاز کردند داره اونجا هم پیش میره، با وجود اینکه مردم کشته های بسیار زیادی دادند ولی مبارزه همچنان رو به اوج هست و امید میره که مردم بتونند به طور کلی به حقوق خودشون برسند و بتوانند حکومت موجود را تغییر بدند و حکومتی که حکومت دموکرات بر مبنای آراء آزاد خودشون وجود بیارند. این وضعیت که داره پیش میره مطمئنن وضعیت کردها را نیز در به دست آوردن حقوق خودشون به نسبت زیاد بالا میبره و ما امیدواریم که این تغییرات در اونجا هم پیش بره. البته در کردستان عراق میبینیم که خوشبختانه چند سالی است که مردم کرد در کردستان عراق
به بعد از فروپاشی حکومت صدام حسین موفق شدند که حکومت محلی خودشون رو به وجود بیارند. حالا ما در کردستان شاهد یک حکومت داخلی هستیم. کردها در اونجا پارلمان خودشون رو دارند، هیئت دولت حکومت منطقه‌ای خودشون رو دارند و در اداره امور سراسری کشور به نسبتی که قانون اساسی این کشور تعیین کرده مشارکت دارند. در بغداد تعدادی از وزرا را داره هستند، تعداد زیادی اعضای پارلمان وجود داره و به این ترتیب اونها هم روز به روز بیشتر در راستای توسعه مثلا حقوق خودشون پیش میرند. به طور کلی موقعیت منطقه و به ویژه کشورهایی که کردستان در میان اونها تقسیم شده است بسیار امیدوار کننده است و ما امیدوار هستیم که در آینده هم مردم کرد و هم سایر مردمان آزادی خواهی که در این کشورها ساکن هستند بتوانند به حقوق حقی خودشون دست پیدا بکنند. بله. به نظر شما با توجه به تجربه موفقی که در کردستان عراق شاهدش هستیم طی چند سال اخیر و همچنین مبارزاتی که در ترکیه به اون حالتی رسیده که دولت یه مدت بحث اصلاحات رو داشت و الان هم شاهد هستیم که نمایندگان کردی بیشتری به پارلمان راه پیدا کردن، به نظر شما این دو تجربه تأثیری بر کردستان ایران خواهد گذاشت که جمهوری اسلامی ایران شاید بتونه مثلا با مسئله کرد یه مقدار بهتر برخورد کنه و تا حدودی حق و حقوقی براشون قائل بشه، یا نه به نظر شما برعکس اونا باعث میشه که جمهوری اسلامی ایران فشار و سرکوبش رو بیشتر بیاره بر ملت کرد در داخل ایران؟ ببینید، در واقع میشه گفت که در هر کجای منطقه گامی به سوی دموکراسی و کسب حقوق مردم تحت ستم برداشته بشه به طور مستقیم یا غیر مستقیم تأثیرات خودش رو بر بخش‌های دیگر میگذاره. چون همچنان که قبلا عرض کردم عصر ارتباطات سریع کمک میکنه که همه از وضعیت یکدیگر به طور مستمر آگاه باشن، اطلاع پیدا بکنند. این تغییرات و گام هایی که به سوی دموکراسی در هر منطقه برداشته میشه تاثیر مثبت بر مردم بخش های دیگر از جمله کردهای ایران میگذاره، به این معنی که به اونا قوت قلب میده و به عنوان یک تجربه متوجه میشن که میشه با اتحاد و با مبارزه حکومتهای دیکتاتوری را برانداخت و حکومتهای ایدئال را به وجود آورد. بنابراین روی مردم کرد در کردستان ایران و به نظر من روی سایر آزادی خواهان ایران تأثیر مثبت داره، ولی خب متاسفانه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی در واقع اصولا معتقد به حقوق بشر، به آزادی، به دموکراسی و به ویژه اعتقادی به حقوق ملیت‌های ایرانی نداره و در چهارچوب قوانین واپسگرا و ارتجاعی همچنان گرفتار هست، به همین جهت همه این مبارزات و همه این خواستهایی را که مردم آزادی خواه ایران و کردها دارند منتسب میکنه به عوامل بیگانه، به تجزیه طلبی و القاب و توهماتی که داره. بله، القاب و عناوینی که خودش همیشه آماده داره این برچسب ها را به مردم میزده. بله. بنابراین این وضعیت در واقع باز هم میتونه به تشدید سرکوب ها بیانجامه، ولی خب جای نگرانی نیست چون عرض کردم که این سرکوبی ها و این ستم هایی که بر مردم روا داشته میشه مردم را بیشتر آگاه میکنه و اونها را در راه ادامه مبارزشون جدیتر میکنه. بله.
آقای اجری، اکنون می‌رسیم به مبارزاتی که طی دو سال اخیر بیشتر شاهدش بودیم بعد از انتخاباتی که دو سال گذشته داشتیم در جمهوری اسلامی ایران، انتخابات ریاست جمهوری. شاهد یک تغییر و تحولات، جنبش‌های و خیزش‌هایی بودیم در داخل ایران که فراز و نشیب‌های خودش رو داشت. این مدتی در اوج بود، بعد به صورت خوابیده‌تر این جنبش ادامه پیدا کرد و الان دو سال است که از این حرکت می‌گذره. به طور کلی شما این حرکت رو از ابتدا تا الان چطور دیدید و چه نظری راجع به اون دارید؟ به نظر من و در واقعیتی است که از آغاز بر سر کار آمدن جمهوری اسلامی نوعی مبارزه برای آزادی مردم شروع کردند، ولی خب این آزادی ها در آغاز هم به دلیل وجود شخصیت کاریزماتیک مثل خمینی، به دلیل جنگ 8 ساله ایران و عراق و به دلیل نبود شناخت مردم از جمهوری اسلامی، در واقع مبارزات در هر گوشه از ایران به نوعی شروع می شد. در کردستان از همان روزهای آغاز مردم کرد، به ویژه حزب دموکرات کردستان ایران، با تجارب سیاسی زیادی که داشتن رهبران این حزب، متوجه شدند که در این رژیم خواستهای مردم برآورده نخواهد شد. ولی در بخشهای دیگر گام به گام این آگاهی بالا رفت، به ویژه موقعی که مردم ایران بعد از پایان جنگ ایران و عراق دیگه مسئله تحریک مردم جایی نداشت و مردم دیگه در فکر به دست آوردن رفاه و آزادی بودند، برای این منظور مبارزه میکردند و این خواستار را مطرح میکردند. جمهوری اسلامی ماهیت خودش رو بهتر نشون داد و شروع کرد به سرکوب و کشتار مردم. در نتیجه باید بگیم که این مبارزات از آغاز بوده، ولی بعد از انتخابات جمهوری اسلامی در دور دهم ریاست جمهوری و اعلام نتایج انتخابات، مردم ناراضی به خیابان ها ریختند و نارضایتی خودشون رو از وضعیت و نتایج انتخابات اعلام داشتند، که بعدن این انتخاب این مبارزه به نام جنبش سبز نام گرفت. در این مبارزه و رویکرد مردم در واقع در اکثریت خودش مخالفت با جمهوری اسلامی و سرنگونی رژیم